سلام علیکم دوستان عزیزان هموطنان، اینک چند روز می شود که به دست روزنامه‌نگاران یک نسخه از مجلس حکومت تاجیکستان می افتد، اونم رسانه‌ای شد، در چند سامونه بازنشر گردید. 3 هفته گذشت و در این وقت حکومت رحمانوف واکنش نشان نداد، نه تصدیق کردن نه رد کردن که چون یک مجلسی گذشته بود. خواستم اطراف این موضوع یک صحبتی داشته باشیم. پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایولی سال 2019 تحت رقم 7 شهری دوشنبه رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانوف، اویدی این پرسنج در آخر صحبتی خواهیم داشت، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده، رئیس کمیته امنیت ملی سیمین یتیموف، رئیس کمیته دین تنظیم و انعنه و جشن و مراسم سلیمان دولتوف، کمیته کار با زنان و اویله ایدیگل قاسموا، کار با جوانان و ورزش احتم عبدالله‌زادایف، تلویزیون و رادیو محمد سعید شویان، خدمات گمرک خورشید کریموف، شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادیروف، درسترش نماینده سفیر شیطان در تاجیکستان سید مکرم عبدالقادیروف، درسترش این میشود. و نظر میکنیم به موضوع، درجه یک موضوع است: واردات و فروش لباس هایی با فرهنگ ملی بیگانه را من نمایند. واردات و فروش لباس هایی فرهنگ با فرهنگ ملی بیگانه را من نمایند. همگی یک موضوع است و در پایان آمده است: با وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی از نتیجه اجرای سپارش های پروتکل مذکور هر 3 ماه با حکومت معلومات پیشنهاد نمایند. یعنی که تمام وزارت و مؤسسه ها، تمام حکومت های محلی، جماعت ها، نویه ها، شهر ها، ولایت، همه هر 3 ماه باید که از اجرای سپارش این پروتکل، یعنی که پیشگیری کردن فروش لباس های و فرهنگ ملی بیگانه رو حسابات بودن، هر 3 ماه اچاد بودن. و فهمیدیم که یک مسئله اجتماعی بود است. میخواید پیشگیری کردن فروش لباس های و فرهنگ ملی بیگانه. اگر که موضوع یک موضوع اجتماعی باشد، مقامات قدرتی چی کار میکنن؟ چی دخل دارن با کمیته امنیت ملی، با وزارت کارهای داخلی؟ و برای چی که در حکومت، در مجلس حکومت دولتی، یعنی که سروزیر اشتراک نمیکنن؟ سروزیر که رهبر حکومت است، برای چی که جانشینای سروزیر اشتراک نمیکنن؟ وزیر فرهنگ، نماینده های وزارت فرهنگ و دیگر از جامعه دیگر نمایندگان، برای چی که به طور پوشیده یعنی مخفی این جلسه گذشت و رسانه‌ایش نکردن. در اول در چنین موضوع ها در مملکت های آباد آزاد، چقدر که شما میگین که آباد نماینده های جانبداری حکومت رحمانوف، منظورشان آزادی است. چون این موضوع ها با اشتراک اهل قلم، روزنامه‌نگاران، شخصیت های معروفی از دایره علم و فرهنگ، شاعران، نویسندگان، ادبیات‌شناسان، جامعه شهروندی، جمعیت های غیر دولتی، دپوتات ها، نماینده ها از پارلمان، نماینده های خلق با هم آمده در یک
میزی مداور میشینن، پیشنیاد میکنن، توصیه میتن و در آخر با یک شکل کنسنسوم و آوستی اکثریت یک برنامه هماهنگ شده رو روی کار میارن. این رو میگن که کنسپسی ملی یا که ایدیای ملی او را روی کار میگیرن. این کار را در مملکت های آزاد میکنن، کشاد روشن با اشتراک مطبوعات. در مملکت ما چی؟ خیلی بازم تکرارم شود که یک قسمی از آدم های کلیدی، آدم های تصمیم گیرنده از شمولی مقامات قدرتی و رئیسی دستگاه، رئیسی دستگاه پرزیدنت که خود اعضای حکومت نیست، برای چی که یک چونین یک مجلس حکومتی را راهبری میکنند. وقتی که ما میگیم که حکومتی رحمانوف، بعضی ها ایراد میگیرن که برای چی که شما حکومتی رحمانوف میگید، حالا که حکومتی جمهوری تاجیکستان است. و مثال زنده، اثبات زنده که ببینید که در حقیقت حکومتی رحمانوف است. چند نفر انگوش شمار جمع میشوند و یک قانون رو تصدیق میکنند و اون رو بالای مردم خواستهای خودشون رو قاعده میکنند. از این رو ما میگیم که حکومتی رحمانوف است، حکومتی مردمی نیست، حکومتی تاجیکستان نیست، یک حکومتی خودخواه دیکتاتوری است، بالای مردم هر کاری که میخواهد میکنند، چی که در پیشتر هم میکنند. و برای چی که این مجلسی مخفی بود، برای چی که رسانهیش نکردن، چی رحمانوف از مردم میترسد، از جامعه یا که از این حزب و حرکت؟ نه، البته رحمانوف از کسی نمیترسد در تاجیکستان، فقط ترس و وهمی رحمانوف از او آزادی خواهان، مخالفان، مبارزان رژیم رحمانوف است که بیرون از تاجیکستان هستند و هر کاری که رحمانوف میکند، هر تصمیمی میگیرد زیدی ملی، زیدی فرهنگی که حقوقهای انسان پایمال میشود، نمیخواد که رسانه‌ای شد، برای اینکه آزادی خواهان، مخالفان این را رسانه‌ای میکنند در تمام جلسه های سازمان های حقوق بشر و تا سازمان ملل متحد هم میرسانند و اثبات میکنند که این یک حکومتی خودکامه است، حکومتی دیکتاتوری است و هر کاری میکند خودی همین که پیشگیری کردنی فروش لباس های با استثنایی که با فرهنگ ملی ما بگونه رو، اینم مفهومی همی چیست؟ یعنی باز همون دینسیتیزی که در پیش میکرد، چنگ زدن با مقدسات ملی، باز همون جنگ بر زیدی سطر و حجاب. و در اینجا پرسیده میشود که خودی همی مفهومی لباسی بگونه یعنی چیست؟ کدام نمودی لباس است؟ آیا یوبکا و کفته آزاده رحمان، کستوم و گلستوک رحمانوف، خودی رحمانوف، اینها لباس های بیگانه هستند یا که ملی؟ اگر که ملی باشند و ما و شما معلوم است که تاریخ هزار ساله ها داریم، دولت داری داشتیم ما ملت تاجیک، یعنی که ملتی که سر و لباس خود ما نداشتیم، پس اگر بیگانه باشد، برای چی که خودی رحمان لباس های کستوم و گلستوم می پوشد؟ برای چی که خودی آزاده رحمان یوبکا و کفته می پوشد؟ یا که قانون فقط برای مردم است؟ برای چی که رحمان جلک و جامعه و میانبند و تاقی و مسیح و برنامه کنند؟ برای چی که آزاده رحمان کرتای اطلس و چکن و ادرس و دیگر نمی کنند، بسر رومال نمی بندند؟
мо зидди либоси милли нестем, аммо дар инҷа мебинед ки ҳуқуқҳои шаҳрвандон поймол мегардад ва стандартҳои дугона, чихеле меганд двойни стандарти қонун барои мардума амал мекунад, дахл дошта будааст, барои худашон не, ва мардумро дар як қолаб ҷо кардан аст. вақте ки мамлакат озод бошад, мамлакати демократӣ бошад, чихеле ки дар конституция ки Раҳмон дастша болои конституция амон қасам хурд, дар ҳамн конституция омадааст ки ҳар инсон озод аст дар фикр, дар ақида, сару либос, дин, ҳар чизе ки хоҳиши дили ӯ аст, инсони солим ақл, одами аз 18 боло, хоҳиши хча бояд ки либоси, тарзи либос пӯшӣ, тарзи корбарӣ аъзо ягон ҳизб ҳаракат буданд. Эътирози мо ба ин аст ки Раҳмонов ба як кор мардума дар як қолаб оварда ҷо кардааст ва хостҳои хича болои мардум як қоида кардааст. Имрӯз ягон шаҳрванди Тоҷикистон дар хонаи худаш соҳиби хона нест, яъне ки ӯ одам дар хонаи худаш на маъракара бо хоҳиши дили худаш карда метавонад ва дастархони ӯ кор доранд, ба меҳмонҳои ӯ кор доранд, ба деки табақи ӯ кор доранд ва ӯ арзишҳои миллӣ, урфу одатҳои хуби миллӣ ки мо доштем, ҳамаи ӯ зери по монданд. Барои ҳамин аз мардум хоҳиш карда мешавад: «Эй мардум, бетараф набошед!» Бубинем ки дар пештар ин корҳое ки имрӯз мешавад, чанд соли пеш мо ҳатто ба хаёли мо намеомад ки дар оянда чунин қонуну қоидаҳо ҷорӣ мешавад ва аз ин пас бо бадтар бадтар мешавад. Хоҳиши ин ҳамаи сарҳадора гузашт ин Раҳмонов. Ҳар чизе ки барои мо муқаддас буд, ҳар чизе ки ба урфу одати хуби миллии мо ки буд, ҳама зери по монд. На хештаборӣ мондай, на ҳамсоягарӣ мондай, на акавдударӣ мондай. Чӣ қадар рӯз ба рӯз ҷамъият ба як самти дигар меравад. У чизе ки пештар ҳазорсолаҳо дар мо буд, дар урфу одати мо буд, ҳама зери по монд. Аз назари мардум инро дур кардан ва як ба як роҳи бурдеса ки ӯ роҳро худаш намедонад, чӣ роҳи куҷо мере. На дунявӣ ай, на демократӣ ай, на миллӣ ай, на динӣ ай, намедонем ки чӣ аст. И Раҳмонов аз ақл бегона шидагӣ ай. Саҳар як гап мега, бега як гап мега, аввали гапш ба охираш рост намеояд ва мардумро дунболи худ куҷо мебарад, ба ҳеҷ кас маълум нест ва фаҳмо нест. رقص باشد، سرود باشد، موسیقی باشد، انا همی که چارابینی های فرهنگی سطح بلند باشد. برای همین از مردم خواهش کرده می شود، خصوصا از اهل قلم، از روزنامه‌نگاران که بیرون از وطن هستند. در این قضیه، در این موضوع بی‌طرف نباشین، سر صدا کنین، رسانه‌ای شود و بگذار مردم ما، همه مردمی ما میدوند، اما ناچار هستند. در هر کسی که هر سر صدا بلند میکند، البته یا زندانی میشود، سرکوب میشود، از بین چخلی که چون میگن به ضرر گردونده میشود. در نتیجه عملیات جوابی که طبق طلبات قانون صورت گرفت، 24 نفر اعضای گروه ذکر شده به ضرر گردونیده، 35 نفر دستگیر کرده شد. برای همین خواهش از مردم، از هموطنهایی که як ҳиссиёти миллӣ доранд, ватандӯст ҳастанд, бетараф набошед ва ҳар касе ки дар куҷое ки имконият дорад, бояд ки дар ҳамин мавзӯъ як фикри хича баён кунад ва аз хотирам набарояд. Ва ӯ персонажи ки гуфтем, Абдуҷаббор Раҳмонов, ба сами шумо бирасонам. Аввал ки ин одам раиси кумитаи телевизион ва радио буд, дар уҷа бо як кори иншогирӣ ё иншонависӣ машғул шудагӣ буд дар байни коргарони радио ва телевизион. Баъдтар
وزیری معارف تعیین شد و اولین کسی است که دین ستیزی کرد با لباس مردم و ستر حجاب. این خودی عبدالجبار رحمانوف می باشد در وقتی وزیری معارف بودنش. و از همه مهم یک آدمی که در کروپسیا دست داشت، سر کار داشت، در یک مصاحبه خود فتولا سعید همون وقت رئیس کروپسیا، عدل کروپسیا تاجیکستان میگن، همون آدم در یک مصاحبه خود به طور رسمی گفت که محض با پیشنیاد درخواست اونها پریزیدنت رحمانوف وزیری معرفه از وظیفه سبکدوش کرده برای اینکه دست داشت در کروپسیا، اونم باشد در یک یتیم خانه نایه رودکی، آدمی که حق یتیما را خوردگی، حق سقیرا را خوردگی، این آدم از وظیفه سبکدوش کرده بودند. آمده رکتری پدینستو تعیینش کردند، یک مدت کار کرد، آیستا آیستا آمد، امروز کی است؟ یاردمچی پریزیدنت. ببینین در پهلوی پریزیدنت کی میستد؟ یک آدمی که حق مردم و حق یتیما را خوردگی است، از این وظیفه سبکدوش شدگی است. به طور رسمی گفتن، این یک تهمتی نیست، کسی که اگر باور نکنه میتونه که پرسون کنن از روزنامه‌نگاران، از خود فتح‌الله سعید وقتی که رئیس عدل کروپسیا مملکت کار میکرد. این آدم عین حال یاردمچی پریزیدنت اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه. باری دیدید که یعنی رابطه داشته باشد با جامعه، گفتوشنید کرده باشند، یا که خواسته و پیشنیاد مردم را به اینابت گرفته گیم؟ نه، هرگز نه. بازم تکرار شد، میگیم این حکومت حکومت تاجیکستان است، حکومت خودکامه رحمانوف است و هر کاری که میکنن این حکومت کنونی با نفع و با درخواست و با خواهش رحمانوف است و یگانه خدمت رحمانوف میکنن، نه مردمان.